سلام عرض می کنم خدمت همه شما دوستان خوبم که در این برنامه ما رو همراهی می کنین. سریال تلویزیونی دودکش 2 اثر کمدی دیگه‌ای از برزو نیک نژاد، کارگردان سریال های پربیننده دردسرهای عظیم و باخانمانه که این سریال رو در ادامه سریال پادری و دودکش 1 ساخته. در این برنامه می خواهیم توضیحاتی رو درباره این سریال، مراحل ساخت، داستان و بازیگرانش خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید خوشحال میشیم دکمه سابسکرایب رو بزنید و برای مطلع شدن از برنامه های جدید ما علامت زنگوله رو فعال کنید. فصل اول سریال دودکش به کارگردانی محمد حسین لطیفی و نویسندگی برزو نیک نژاد و حسن وارسته بود که برای تعطیلات نوروزی سال 92 تولید شده و قرار بوده در صورتی که سریال پایتخت آماده نشه روی آنتن بره، اما با آماده شدن پایتخت دودکش در 24 قسمت برای ماه رمضان 92 داستان زندگی افرادی رو در قالب طنز که با مشکلات مالی و درگیری های دیگه زندگیشون دست و پنجه نرم می کنن رو در شبکه 1 سیما به تصویر کشید و با حضور هنرپیشه‌های مطرحی همچون هومن برق‌نورد، بهنام تشکر، سیما تیرانداز، امیر حسین رستمی، جواد عزتی، الناز حبیبی، نگار آبدی و محمد رضا شیرخانلو تونست یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌ها بشه. محمد حسین لطیفی در ادامه سریال دودکش سال 95 سریال پادری رو ساخت. البته مطبوعات اون رو به اسم دودکش 2 هم نامگذاری کرده بودن که این بار هم قرار بود در نوروز 95 پخش بشه، اما پخش اون به ماه رمضان 95 از شبکه 1 سیما موکول شد. داستان سریال این بار در فضا و قصه تازه‌ای به قلم کوروش نریمانی در 20 قسمت با موضوع کمدی نوشته شده بود و بجز الناز حبیبی و جواد عزتی سایر بازیگران حضور داشتند. البته این سری به اندازه فصل اول بازخورد خوبی نداشت که دلیلش میتونه به خاطر فیلمنامه و تغییر نام سریال هم باشه. بعد از گذشت 4 سال برزو نیک نژاد که در سریال دودکش به عنوان نویسنده و بازیگردان بود اما در سری دوم اون یعنی سریال پادری حضوری نداشت، خودش تصمیم به ساخت ادامه این دو سریال به نام دودکش 2 رو به همراه زینب تقوایی تهیه کننده دو سری قبل میگیره و از اواسط بهمن ماه 99 در سکوت خبری تصویربرداری سریال رو در لوکیشن های متنوعی از جمله مناطق ازگل و داراباد شروع میکنه. به گفته برزو نیک نژاد بازیگران این سری جدید همون گروه قدیمی بوده به اضافه بازیگران جدیدی که به تناوب قصه و اتفاقات اضافه خواهند شد. هنوز نمیتونیم درباره کنداکتور ماه رمضان 1400 تلویزیون درباره اینکه این سریال به پخش در اون زمان میرسه یا نه به صورت قطعی صحبتی بکنیم و به گفته برزو نیک نژاد بیشتر کیفیت کار اهمیت داره، اما به نظر میرسه این بار هم مثل سری اول سریال بسیار پر مخاطبی بشه که البته باید منتظر باشیم و ببینیم. نظر شما درباره این سریال چیه و اینکه اگه سری اول و دوم اون رو دیدید کدومش براتون جالب تر بوده؟ خوشحال میشیم نظرات خودتون رو در کامنت ها برای ما بنویسید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید خوشحالیم. اگه از سبک برنامه های ما خوشتون میاد میتونید یکی از 4 ویدیو نشون داده شده در تصویر رو انتخاب کرده و در ادامه هم با ما همراه باشید. آرزو میکنیم همه لحظه های زندگیتون سرشار باشه از عشق، آرامش و سلامتی.